سلام، من اومدم توی مرکز شهر، یه خورده وسیله نیاز دارم واسه خونم، میخوام برم اکشن، یه سری ارگانیزر نیاز دارم. بابا چی اسم این جعبه هایی که دستتون میذاره توش؟ آره دیگه، امروز خورده خرید مرید دارم واسه خونم. من میتونم اونجا دور بزنم؟ میخوام دور بزنم اگه بشه. دیروز رفته بودیم ساحل با میراب، یکم تنگ کردیم خودمونا، بقیه خوردم اصلا جاش مونده و اینا، ولی خیلی هم سوختم. من عاشق گرما هم، ولی اینجا شرجیه، بعد هوا گرماش اذیتت میکنه، مثل ایرانیست خشک باشه بعد گرم باشه، اینجا شرجیه فقط. خب اوکی، یه چند وقت دیگه هوا سرد میشه دوباره، ما هم قرار قور بزنم. شدم. این چند وقت اصلا نتونستم خوب ورزش بکنم، نه غذای سالم خوردم. الانم که اومدم خونه اصلا حوصله آشپزی داستان نداشتم. امروزم یک شنبه است، میتونستم این سرهم کنم، ولی واقعا دلم واسه غذای سالم تنگ شده بود. نمیدونم این چه شکلیه. طبق معمول بول سفارش دادم. این لوکشه با خیلی خوشمزه به نظر میاد. ما
من غذامو خوردم، یه خوردم مهربون شدم و گفتم که بیام درست کنم. واسه وسایل آرایشی و هر چیزی که ربط به بهداشت اونجور چیزا داره تو این بذارم. خیلی فکر نمی کنم خیلی سخت باشه، اشاره که به غلط کردن نیافتم. من کلن فنیم بزنم به تخت خوبه به خاطر اینکه همش نگاه دست بابام کردم و از پس اکثر چیزا تنهایی برمیام، خرابکاری هم زیاد میکنم. شروع شد. دانشگاه باید واسه چی برم؟ واسه اینکه برم چیپ کارت و تیکت و پسورد ریجستر شدن و این داستانا رو بگیرم، بتونم ریجستر بشم توی سایت دانشگاه، برم کلاس که دارم چی کجا و این داستانا. ولی انقدر الان میترسم، خاطر اینکه من دوبار از جلوش رد شدم و انقدر که بزرگه اصلا هیچ ایده‌ای ندارم کجاش باید برم. واسه همین چون که زمانم کم دارم میخوره استرس دارم که من چجوری اینو اوکی کنم. تموم شدم، اصلا دوست نداشتم آرایشگاه هستلش رو نداشتم، ولی چون که میخوام برم در اولین بار اونجا باید خب خوب به نظر بیاد دیگه. من اصلا سر در به دری گرفتمش، شاید باز هم به سیاری افتادم. با کلی بدبخت رفتم گرفتمش و الانم میپزم چون خیلی سرد بود موقعی که از خونه زدم بیرون. بله خیلی گرم شد یهو. نکنین خیلی کیو درست کردن اینجا رو، اونور زمین والیباله. اصلا نمیدونی چقدر استرس دارم، اینکه شهر جدیدم، هیچ کس نمیشناسم واقعا خیلی سختم الان راستشو بخواین. اصلا انگاره که دوباره مهاجرت کردم. سلام، بالاخره روز موعد رسید و میخوام امروز بهت خونه دانشجوییمو نشون بدم. من به خاطر دانشگاه مجبور شدم که بیام اینجا، حالا میخوام بهتون بگم که خوبه بعد چجوری اون داستانا. بفرمایید ببینید دیگه، خجالت نکشین، خونه خودتونه. تو این ساختمون نزدیک 70 نفر زندگی میکنن، چون که ساختمونش خیلی خیلی نزدیک به دانشگاه، نه تنها دانشگاه فشن دیزاین بلکه یه دانشگاه دیگه که رشته دیگه توش داره. بفرمایید. اوکی، از در که وارد میشیم اول میرسیم به آشپزخونه که بالاخره یه خونه کوچولو، آشپزخونه اونقدر هم نداره دیگه، یه همچین سیستمیه که من ازش راضیم. دو تا چوله کوچولو داره برای پخت و پز، کمد و یخچال کوچولو و بله اینم سوتیای همیشگی من. اون گوشه هم یه دونه میز سفارش دادم که بتونم روش ببرم و این داستانا چون خالیه. میرسیم به کمدا که خودم همه رو چیدم چون جا ندارم، هر چی داشتم و چپوندم اون تو. بله و افتخارم میکنم به اینا، خیلی مرتبه نه؟ آره خلاصه که تعریف بسته و اینجا رو ببین. اوف، یه دونه نور خیلی کوچولو مینی دارم. این ورم یه دونه میز غذا خوری بود که گذاشته بود که والا اینقدر من وسیله دارم مجبور شدم همه چیمو بزنم روش. میبینین دیگه خلاصه مهم من دیگه بچه‌امم، بچه اولم، بچه دومم و بچه سومم ایرفرایر که همه زندگیم توشه و اینم ماکروفرایر که نمیدونم چطورم براتون بازش میکنم. خدایش کمد زیاد دارم، کمدام خیلی غیرتی هن. اینجا سمت راست هرچی دستم رو ریختم توش و سمت چپم که لیوان و بشقاب و اینجور دستن هست. آره تا چشمم بهش خورد گفتم نشون بدم، این یادگاری میراه که دلم براش غیرتانی شده. اوکی میرسیم به سرویس بهداشتی و حموم که والا من خیلی دوستش دارم چون خیلی نورش خوبه. اینم منم، بوس به کله همه تون. اینجا هم خیلی امیدیه دیگه، همه چی توش جا شده، یه قسمت حمام کوچولو داره. بعد اونور میرسیم به وسایل بهداشتیم، اوت کلونم رو گذاشتم تو ارگانیزر، وسایل روتون پوستیم، اون بالا هم کلی واسه وسایل مو و بدنه.
آره اینم خودم درست کردم که وسایل آرایش روزانم و وسایل مو رو گذاشتم توش. دیگه بریم بس دیگه، چقدر اینجا موندیم. میرسیم به قسمت اصلی خونه که همینه دیگه، همش با هم همینه. خیلی کوچولو مینیه، منم سعی کردم هرچی داشتم و توش جا بکنم. من بالاخره یه تخت بزرگتر خریدم که خیلی دوستش دارم، اینجوری جا بیشتر دارم واسه خوابیدن. و میرسیم به قسمت رگالا که لباسه زمستونی ما کفشامو توش میذارم، هر وقتم بخوام میکشمش اون ور رو، پروژکتور میندازم رو دیوار. و کمد اصلی که از ایکیا خریدم، اینجا دارم بهتون نشون میدم که چقدر منظم چیدم و به خودم خیلی مفتخرم. اینه همش به خاطر اینکه تازه مونم توی خونه، وگرنه همیشه این شکلی نیست. این قسمت بالا هم که وسایل باشگاه و لباسای باشگاه و این داستان هاست. پایینم همه کیفا و کولا هم میذارم، بالام هرچی دستم اضافه اومد ریختم تو پایینم که شلوار دیگه. میرسیم به اون بخش خونه که دقیقا مثل خونه قبلیم چیدمش. اکثر وقتا من روی این صندلی پشت این میزم به خاطر اینکه یا دارم مینویسم یا ادیت میکنم یا حالا دانشگاه شروع بشه کارهای مهمتر انجام میدم. دیگه این زیرم نور زدم که بال بال باشه. آره دیگه لاکچری بازی علکی آره چی نور زدم دیگه. اون پایینم دفتر و چاپگر و مدارک و سیماست. توی خونه یه بالکن خیلی کوچولو داره که بازم خیلی بامزه است. من بهتون نشون میدم این شکلی از بیرون کل ساختمان‌های دیگه مشخصه. خیلی اوکیه، دوستش دارم ولی خب زیاد توش نمیام. این حسارم صابخونم زده بود، نمیدونم چرا. و آره میخوام اینجا بهتون نشون بدم که وقتی شب میشه چجوری اینجا تاریک میشه. اینجوری هم میکشیمش که اوکیه، یا اینکه اینجوری کرکره میدیم پایین مثل این مغازه ایران و کاملا تاریک میشه. خیلی خوبه، دوستش دارم. این بود از هومتور خونه جدید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و مرسی که نگاه کردین. بای بای.